صبح روز چهارشنبه پلیس واشنگتن پایتخت ایالات متحده پس از درگیری دانشجویان دانشگاه جورج واشنگتن با پلیس و اشغال برخی از ساختمان‌های دانشکده حقوق این دانشگاه اقدام به جمع‌آوری چادرهای دانشجویان مخالف اسرائیل در صحن دانشگاه کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از اردوان روزبه. امروز چهارشنبه اینجا دانشگاه جورج واشنگتن درست ساعتی پیش از اینکه موریل بوزر شهردار شهر واشنگتن دی سی بره به مجلس نمایندگان و توضیح بده که چگونه باید جلوی اعتراضاتی که از 25 آوریل در دانشکده علوم قضایی اینجا برگزار شد رو بگیرن یا باش برخورد کنن. اما پیش از اون در ساعت 3:30 صبح گروهی از دانشجویان حمله کردن و یک بخشی از ساختمان ها رو گرفتن و با پلیس درگیر شدن و این شد که همونجوری که میبینید اون محل، یعنی محل دانشکده علوم قضایی تعطیل شد. پردیس اونجا از طرف پلیس کاملا محصور شده و کسی نمیتونه اونجا باشه. اما بخشی از این دانشجویان محل دیگری رو انتخاب کردن و در واقع تجمعات موقتی رو در جای دیگه دارن برگزار میکنن. پیش از این 6 نماینده جمهوری خواه در بازدید از این تجمع ضد اسرائیلی طرفداران فلسطینی بازدید کرده بودن و نگرانی خودشون نسبت به برگزاری این گونه تجمعات مطرح کرده بودند. در درگیری که 3:30 صبح پلیس با دانشجویان معترض داشته دست کم 33 نفر دستگیر شدند و تجمع دیگه امکان برگزاری در اینجا نخواهد داشت. اما تجمعات به طرز گسترده باز هم ادامه داره، اما پلیس هیچ برخوردی با اونها نمیکنه. اینجا دانشکده علوم قضایی دانشگاه جورج واشنگتن و من اردوان روزبه.